سرخط خبرها. گزارش دو نماینده مجلس از تخریب چند هزار سانتریفیوژ در نطنز. عراقچی در وین از آغاز غنی‌سازی 60% خبر داد. اشاره به پرونده سقوط هواپیمای اوکراین در گزارش سالانه سرویس اطلاعاتی کانادا. اتاوا ایران را به اذیت و آزار خانواده‌های قربانیان متهم کرد. همزمان با بحث و تردیدها درباره زمان آماده شدن واکسن ایرانی کرونا، وزیر بهداشت میگوید در فاز سوم آزمایش جمعیت انبوهی را واکسینه میکنیم. و انتقاد از پیشنویس طرح صلح افغانستان، معاون اشرف غنی میگوید که طرح ارائه شده دیدگاه یک جناح را برجسته. سلام و عصر بخیر. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران که برای حضور در نشست کمیسیون مشترک برجام به وین سفر کرده، از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داده. بر اساس برجام، ایران نباید اورانیوم را بیش از 3.67% غنی‌سازی کند. ایران این محدودیت را حدود یک سال و نیم پیش به تلافی خروج آمریکا از برجام زیر پا گذاشت. خبر غنی‌سازی 60% دو روز بعد از آن اعلام می شود که سانتریفیوژهای ایران در تأسیسات نطنز در اثر خرابکاری آسیب دیدند. به گفته علیرضا زاکانی، مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در این حادثه بخش عمده تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم در ایران از بین رفته. دولت ایران میگوید که اسرائیل مسئول این حادثه بوده. با وجود اظهارات آقای زاکانی، سخنگوی دولت امروز گفت که گزارش‌ها درباره آسیب‌های عمده به سانتریفیوژهای ایران درست نیست. کیوان حسینی و جزئیات بیشتر. 48 ساعت از حادثه در اینجا گذشته. تأسیسات هسته‌ای نطنز، قلب غنی‌سازی اورانیوم در ایران. و همچنان دقیقاً روشن نیست ابعاد اتفاقی که افتاده چقدر بوده. مهمترین اطلاعات تا این لحظه از لابلای مصاحبه‌های دو نماینده مجلس در آمده. این اتفاقاتی که داره میفته طی همین چند ماه، دو نوبت در نطنز که یک مجموعه پرظرفیت ما رو که دچار خرابی میشه منتقل میکنن خارج از کشور که این رو تعمیر کنن، بعد با 300 پوند مواد اون رو مهیا میکنن میارن داخل کشور و سیستم امنیتی ما توجه نمیکنه، این نباید ما رو حساس بکنه؟ اینکه اتفاقی دیروز میفته و تو حوزه برق عملا بخش عمده از امکانات غنی‌سازی ما از بین میره، این نباید ما رو حساس بکنه؟ بر اساس برجام، سانتریفیوژهای ایران به حدود 5000 دستگاه محدود شد. از زمان خروج آمریکا از برجام و گامهای ایران برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته هم تعداد این دستگاه‌ها کماکان محدود بوده. و اگر اظهار نظر آقای زاکانی درست باشد، بخش عمده این دستگاه‌ها از کار افتادند. ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده. از این بابت من علمی برخورد می‌کنم به موضوع. میگم خب فکر کردن، متخصصاشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد، چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه. این خیلی، و تا حالا هم تقریبا حتی فوردو هم که سال 91 این کار کردن، برق رو از 4 کیلومتری قم یا 30 کیلومتری فوردو قطع کردن. ایران میگوید بخش اصلی سانتریفیوژهای آسیب دیده از نسل IR1 هستند، تنها مدلی که ایران اجازه دارد از آن استفاده کند. محدودیتایی که به گفته سخنگوی دولت ایران دیگر به آن پایبند نخواهد بود. مقرر کردیم در دولت هم وضع شد، به جای سانتریفیوژهای IR1 از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده بشه. قطعاً هدف این تخریب‌ها از کار انداختن این سانتریفیوژها بوده و من امروز اعلام می‌کنم بر اساس یک تصمیم ملی و یک خواست مدنی، چرخ سانتریفیوژهای ما برای همیشه خواهد چرخید.
و همه اینها درست زمانی که از آغاز مذاکرات هسته‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام یک هفته بیشتر نگذشته. مسئله‌ای که سایه‌اش بر دیدار امروز وزیر خارجه روسیه از ایران نیز سنگینی می‌کرد. اون چه که در نطنز انجام شد خیال می‌کنند که اهرم‌های ایران رو کم بکنه. ما خودمون تحقیقاتمون رو انجام می‌دیم. اگر تحقیقاتمون رو انجام دادیم و اسرائیل مسئول بود، اون وقت اسرائیل پاسخش رو خواهد گرفت و اون وقت خواهد دید که چه حماقتی انجام داده. مطمئن باشید که دست ایران پس از این اقدام هم در مذاکره هم در آینده هسته‌ای قوی تر خواهد شد. این مذاکرات تا همینجا با موانعی جدی برای رسیدن به نتیجه روبرو بوده و حالا حادثه نطنز و واکنش‌ها به آن آرام آرام به عاملی جدید برای تعیین مسیر این گفتگوها تبدیل شده. کیوان حسینی، بی بی سی. مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول از پاریس با ماست. آقای نجفی، بذارید با این خبری شروع کنیم که همین دقایقی پیش به دست ما رسید. آقای عراقچی در وین صحبت از آغاز غنی‌سازی 60% در ایران کرده. همچین چیزی تبعات و پیامدهای سیاسی جدی بر ایران خواهد داشت، نه؟ حتی به نظر میرسه چین و روسیه هم نتونن چنین چیزی رو تحمل کنن. ببین، من اگه بخوام این خبر جدیدی که رسیده و مجموعه واکنش‌های فعالان سیاسی و مسئولان ایرانی رو نسبت به حادثه اخیر در نطنز تحلیل بکنم، من معتقدم اسرائیل با این کارش سعی کرد سه تا پیام رو به مخاطبان و طرف‌های درگیر پرونده برجام صادر بکنه. پیام اولش به همپیمانانش از جمله عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس که مبنی بر اینکه اراده اسرائیل برای ممانعت از بازگشت آمریکا به برجام و عادی سازی روابط با در صورت روابط بخش بزرگ از کشورهای جهان با تهران جدی هستش. پیام دوم به خود آمریکا هستش، به دولت بایدن و به خصوص به جناحی که به شدت طرفدار احیای برجام هستش، که این پیام مبنی بر این بود که بازگشت به برجام به سادگی که اونها فکر میکنن نخواهد بود. و پیام سوم به اعتقاد من، یعنی انگیزه اسرائیل از خرابکاری در نطنز، با بالا بردن شکاف‌های داخلی در عرصه سیاسی ایران است، به خصوص اینکه ما در حال حاضر در آستانه یک انتخاباتی هستیم و اصولگرایانی که یک طرف این بازی هستن به شدت حساس هستن که احیای برجام به تکرار آنچه که در 92 رخ داد منجر نشود. و من فکر کنم اسرائیل تلاش کرد شکاف‌های داخلی در ایران رو بالا ببره. و شما اگر توجه بکنید به صحبت‌هایی که در مورد نوع عملیات میشه، به نظر من به صورت کم سابقه ای جناح اصولگرا تاکید میکند که اسرائیل کارش رو به درستی انجام داده. من فکر کنم این حادثه میتونه یه دستاویزی هم باشه که به مذاکرات هفته پیش رو تحت تاثیر قرار بدن. خب همین میخواستم راجع به مذاکرات بپرسم. آقای ظریف، صحبتش اینه که این حادثه دست ما رو در مذاکرات قوی کرده. ظاهراً صحبتش در ارتباط با همین 60% که رفتن در مذاکرات و دارن میگن که ما داریم غنی‌سازی 60% میکنیم و فکر میکنن که این دستشون رو داره قوی میکنه. همچین چیزیه؟ نه، من گمانم این نیست که دست ایران رو در مذاکرات این حادثه قوی بکنه. به اعتقاد من این حادثه شکاف‌ها در مورد پرونده برجام رو بیشتر خواهد کرد و حتی میتواند روی اراده ایالات متحده هم تأثیر بگذاره. از یه طرف هم فشارها بر طرفداران مذاکره در ایران رو افزایش خواهد داد و حتی موضع رهبر جمهوری اسلامی تقریبا یک موضع نرمی بوده و حتی میتواند موضع رهبر جمهوری اسلامی هم تحت تأثیر قرار بگیره. دارید میگید که به هر حال این ممکنه مذاکرات وین رو از ریل خارج کنه، دقیقا همون چیزی که آقای نتانیاهو میخواد.
ببین دقیقاً من معتقدم که با هدف دشوار کردن مسیر مذاکرات این حادثه پیش بینی شده و اصولا استراتژی خرابکاری یکی از محورهای عمده اسرائیل در ممانعت از توسعه برنامه هسته‌ای ایران بوده و من فکر کنم حتی به موازات پیشرفت مذاکرات من فکر کنم تحرکات اسرائیل هم بیشتر خواهد کرد. البته من اینم تاکید کنم از ابتدا هم مشخص بود که احیای برجام علارغم یک سری خوشبینی ها به صورت به سادگی نخواهد بود، هرچند که چشمانداز حل اون وجود داره، اما قطعا در یک مسیر دشوار و زمانبری قرار خواهد گرفت و یکی از عامل هاش هم اتفاقا همین سیستم خرابکاری اسرائیل هستش و نیروهایی که سعی میکنن برجام احیا نشود. این فردا قراره که مذاکرات در وین شروع بشه، حالا تاثیر این مسائل غنی‌سازی 60% فکر میکنه در این مذاکرات چه خواهد بود؟ مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد؟ مذاکرات قطع خواهد شد؟ آمریکا حاضره که ادامه بده یا چی؟ من بعید میدونم مذاکرات قطع بشود، اما قطعا مذاکرات رو در مسیر دشوار قرار خواهد داد و من فکر کنم شکاف بین طرفین برجام رو بیشتر خواهد کرد و من فکر کنم این پیشنهاد ایران بخواد و خبری که به دست شما رسیده همین چند دقیقه یک نوع واکنش روانی به این عملیات خرابکارانه اسرائیل هستش بل. و من به گمانم اینه که این تصمیم ایران ایالات متحده و طرفداران احیای برجام در دولت بایدن رو به حاشیه خواهد روند. خیلی ممنون آقای نجفی، مجتبی نجفی از پاریس با ما بود، متشکرم. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا از آزار و ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین که مقیم کانادا هستند خبر داده. این سازمان در گزارش سالانه خود که دیروز منتشر شد گفته که شواهد معتبری وجود دارد که عوامل این آزار و اذیت‌ها با حکومت ایران در ارتباط هستند. این گزارش چنین اقداماتی را مصداق مداخله در امور داخلی کانادا دانسته. هواپیمای مسافربری اوکراینی حدود 15 ماه پیش با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. شمار زیادی از قربانیان ایرانی کانادایی بودند. از شهناز مرتب عضو انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی درباره جزئیات این اذیت و آزارها پرسیدم. سازمان اطلاعات کانادا از مدت‌ها پیش و در اطلاعاتی که از طرف خود انجمن داده شد و دال بر اینکه خانواده‌ها در ایران از همون روزهای اول مورد اذیت و آزار قرار گرفتن تو ایران، از همون تحویل عزیزان به خانواده‌ها، در انحصار گرفتن این عزیزان، حتی در مراسم‌های خاکسپاری هجوم آوردن تو خانواده‌های جان باختگان و همینطور بعد از اونم تمام تلاشی که کردن در رابطه با اینکه بتونن اینها رو به یه جوری در رابطه با خودشون و به عنوان شهدای خودشون معرفی بکنن و همینطور اتفاقات دیگه که در ایران افتاد باعث شد که سازمان اطلاعات کانادا در این مورد بر اثر نامه‌هایی که فرستاده شد از طرف انجمن توجهشون رو به این مسئله جلب کردیم که خانواده‌ها در ایران مورد اذیت و آزار هستند و به همین دلیل یک گروه تحقیقات از طرف این سازمان مسئول شدن که بررسی کنن این شکایات را و از اونجایی هم که هر چیزی که باشه باید به صورت مستند باشه، به همین دلیل خود خانواده ها شکایاتی رو مبنی بر اذیت و آزار اعلام کردن و به عنوان شاکیان خصوصی در عصر این اطلاعات رو در اختیارشون گذاشتن و به همین دلیل الان خود سازمان اطلاعات کانادا این رو به عنوان یک سند معتبر ارائه داده و این میتونه در یک دوره‌ای که این پرونده به یک دادگاه بین‌المللی کشونده بشه به عنوان شاکیان خصوصی از اینا اسم برده بشه. خانم مرتب، این گزارش به نظر میرسه که صحبت از این میکنه که این اذیت و آزارها امروز هم ادامه داره. شما موارد
موردی رو که اشاره کردید بیشتر به گذشته برمیگرده، به 15 ماه پیش، به یک سال و نیم پیش و غیره. میخواستم ببینم موارد مشخصی که همین امروز، یعنی در روزهای اخیر، در هفته‌های گذشته، در ماه‌های گذشته ادامه داشته، موارد مشخصی رو میتونید ازش یاد بکنید؟ یک مورد خاص مثلا؟ موارد خیلی زیادی هست. من اگه بخوام به موارد خیلی مشخص‌تر و جزئی‌تر یا کوتاه‌تر که به این برنامه، یعنی در این برنامه جا بگیره، باید اشاره بکنم به مثلا سالگرد، مراسم سالگردی که دو سه ماه پیش برگزار شد و خانواده‌ها تصمیم داشتن در محلی که این اتفاق افتاده و هواپیما به زمین نشسته مراسمی رو برگزار بکنن، که متاسفانه تمام راه‌هایی که به این محل ختم می‌شد بسته شده بود، که خوشبختانه با مقاومت خانواده‌ها جاده‌ها رو تونستن باز بکنن و مراسمشون رو برگزار بکنن. یه مورد دیگه‌اش که الان مورد اذیت و آزار برای خانواده‌ها، این که پرونده این جنایت هنوز هم هیچ گونه اطلاعاتی در این رابطه داده نمیشه. شهناز مرتب بود، عضو انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، درباره جزئیات این اذیت و آزارها. وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته 291 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. در حال حاضر 295 شهرستان در ایران قرمز و 99 شهرستان نارنجی هستند. ابتلا به کرونا بار دیگر شیب سعودی پیدا کرده و در بعضی استان‌ها مانند تهران و خوزستان وضعیت به شدت حاد است. آمار جانباختگان در تهران به 100 نفر رسیده. همزمان خبرهای زد و نقیزی بین مقام‌های مختلف درباره تولید واکسن ایرانی منتشر می‌شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. موج چهارم کرونا بار دیگر مردم را در ایران خانه نشین کرده، اما نه همه را. بعضی دغدغه نان دارند و قادر به ماندن در خانه نیستند. اقدام دیرهنگام دولت ایران برای تعطیل کردن شهرها و ممنوعیت سفر در تعطیلات نوروز نه تنها باعث افزایش آمار ابتلا شده، بلکه انتقاد کارشناسان را هم در پی داشته. مردم فریب رنگ‌ها را نخورن و فریب سیاست‌هایی که بدون پشتوانه علمی هست را نخورن. گاهی توصیه‌هایی میشه که با رویکردهای غیر به اصطلاح کارشناسانه یا الزاماً بر اساس سلامت مردم سیاست‌گذاری نمیشه، مثل بحث‌های اقتصادی، معیشتی. در خوزستان همچنان وضعیت اغلب شهرستان‌ها قرمز است. تعداد کسانی که بر اثر کرونا در این استان درگذشتند به شدت افزایش داشته. تا کنون در استان خوزستان بیش از 5000 نفر به صورت قطعی بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند و 1700 فوت بر اثر ابتلای احتمالی به کرونا هم داشتیم، که این وضعیت فاجعه است. در دسفول هم تخت‌های بیمارستان‌ها پر شده و در بعضی بیمارستان‌ها تخت‌های در راهروها قرار داده شده تا بیماران در آنجا بستری شوند. در تهران هم وضعیت حاد است. اما همکاران من در سازمان بهشت زهرای تهران برای 2 شیفت و بعضاً 3 شیفت برنامه ریزی کردیم. آرایش کاملاً بحرانی رو گرفتیم. بچه‌ها آماده هستن. متاسفانه آمار تهران 3 رقمی شد طی 2 روز اخیر. در حالی که بیشتر کشورهای دنیا تعداد زیادی از شهروندانشان را واکسینه کردند، در ایران همچنان مشخص نیست همه کادر درمان، بیماران خاص و افراد مسن چه زمانی واکسن دریافت خواهند کرد. محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل نظام پزشکی ایران، گفته بود که واکسن برکت با مشکلاتی مواجه شده و تا آخر بهار آماده نخواهد شد. این توییت حجت نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، در تکذیب صحبت‌های آقای ظفرقندی. ریاست محترم سازمان نظام پزشکی اعلام کردن واکسن برکت با مشکل مواجه شده است. متاسفانه اطلاعات ایشان از واکسن برکت نادرست است. خوشبختانه روزهای گذشته روزهای درخشانی برای واکسن برکت بود و به لطف خدا و تلاش شبانه روزی دانشمندانمان ظرفیت خط نیمه صنعتی به 3 میلیون دوز در ماه رسیده. سایت تجارت نیوز گزارش داده که واکسن کرونا در بازار آزاد 60 میلیون تومان فروخته می شود. واکسن کرونا. باشگاه خبرنگاران جوان هم این ویدیو را از خیابان ناصر خسرو تهران منتشر کرده که در آن واکسن اسپوتنیک وی 80 میلیون تومان فروخته می شود. نمیدونم حالا 80 بده 90 بده خدا میدونه. همزمان دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید وزیر بهداشت به دلیل واکسینه نکردن کادر درمان مسئول مرگ 7 پرستاری است که به تازگی جانشان را از دست دادند. بسیاری معتقدند دولت ایران نشان داده قادر به تامین واکسن برای همه شهروندانش نیست. حسن روحانی به شرکت‌های خصوصی گفته با عرض نیمایی واکسن وارد کنند.
پای واکسن به بازار سیاه داروی ایران هم باز شده. در این میان فقط مردم هستند که بین ناتوانی دولت در تامین واکسن و سودجویی عده‌ای جانشان را از دست می‌دهند. فرین عاصمی، بی بی سی. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی انفجار روز یکشنبه در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز، دو نماینده مجلس ایران از تخریب چند هزار سانتریفیوژ خبر دادند. سرویس اطلاعاتی کانادا در گزارش سالانه‌اش ایران را متهم کرده که از طریق واسطه‌هایی به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین پرداخته. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده. برادر حسن خمینی به رسانه‌ها گفته که او در حال بررسی شرایط برای نامزدی در انتخابات خرداد ماه بود، اما آیت الله خامنه‌ای به او گفته در شرایط فعلی نامزدی او را به صلاح نمی‌داند. حسن خمینی یکی از گزینه‌های جدی اصلاح طلبان برای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بود. پوریا ماهرویان اینجا در استودیو با ماست. پوریا، سابقه داره که آقای خامنه‌ای دخالت بکنه و بگه به کسی که شما کاندید بشو یا نشو؟ بله، دست کم در دو مورد خیلی مشهور این سابقه رو ما داریم که به صورت عمومی اعلام شده. در دوره پیش محمود احمدی نژاد ثبت نام کرد و رد صلاحیت شد، در حالی که چند ماه قبلش آقای خامنه‌ای گفته بود که به صلاح شما و کشور نیستش که وارد این عرصه انتخابات بشین، چون اون طرف هم حسن روحانیه و فضا دو قطبی میشه، به صلاح نیست. با این حال آقای احمدی نژاد نادیده گرفت توصیه رهبر ایران رو و وارد شد، رد صلاحیت شد. چهار سال قبلش در سال 92 اکبر هاشمی رفسنجانی از کلیدی ترین افراد تاریخ جمهوری اسلامی که دو دوره مثل آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود وارد عرصه انتخابات شد، ثبت نام کرد، رد صلاحیت شد و بعدش آقای رفسنجانی گفتش که من بارها قبل اینکه ثبت نام کنم با دفتر آقای خامنه‌ای تماس گرفتم، موافق نشدم با ایشون صحبت کنم و در نهایت یک پیغامی گذاشتم، از ایشون نقل کردن که تلفنی من نمیتونم راجع به این مسئله صحبت کنم. میگه هر دفعه به بهانه‌های مختلف میگفتن یا استراحت میکنی یا در حال تدریسه و من نتونستم صحبت کنم. آقای حسن خمینی چقدر شانس داشت اگر کاندید میشد و در این انتخابات میماند؟ باید دقت کنیم که آقای حسن خمینی یک بار برای مجلس خبرگان رد صلاحیت شد، البته شرکت نکرد در امتحان اجتهاد، دلیل رد صلاحیتش اون بود، ولی به هر حال حسن خمینی سابقه اجرایی و مدیریتی زیادی نداره نسبت به خیلی از کسایی که اسمشون رو ما میشنویم. هیچ کار اجرایی یا مدیریتی نداشته، فقط تولیت مقبره آقای خمینی در اختیار داره. نیامدن او به کارزار انتخابات برای اصلاح طلبا چقدر پیامد خواهد داشت؟ اصلاح طلبا چقدر روی او حساب کرده بودن؟ به نظر میرسه با توجه به اینکه آقای خمینی خودش رو فراجناحی میدونست، به هر حال روحانی بود و میتونست یک اجماعی به وجود بیاره، اصلاح طلبا خیلی این امیدو داشتن که بتونن یک رخداد یعنی دوم خرداد 76 رو رقم بزنن، بتونن یک مشارکت حد اکثری با اومدن آقای خمینی با توجه به رابطه خانوادگیش، با توجه به اسمش، بتونن حتی یه بخشی از رأی خاکستری رو بگیرن. ولی عملا نشون داد که اینجا رهبر جمهوری اسلامی که تعیین میکنه که نامزد اصلاح طلب کی میتونه باشه. پوریا، خیلی ممنون از شما. پوریا ماهرویان اینجا در استودیو با ما. موضوع طرح صلح افغانستان برای کنفرانس استانبول از همین حالا جنجالی شده. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، این طرح را توهین به طرح محمد اشرف غنی خوانده. اما محمد یونس قانونی، رئیس کمیته توحید شورای مصالحه، گفته طرح دولت انتقالی را به عنوان بدیل طرح محمد اشرف غنی در نظر گرفته. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. آغاز اختلافات بر سر طرح صلح افغانستان برای نشست استانبول. امروز شماری از اعضای کمیته توحید شورای عالی مصالحه و سیاسیون علیه محمد سرور دانش، معاون اول رئیس جمهوری، موضع گیری کردند.
به دلیل انتقادهای آقای دانش از طرح صلح شورای مصالحه. یک دوست ما انتقاد میکنن که به طرح رئیس جمهور افغانستان در کمیسیون توحید طرح اهانت شده. بزرگوار، اهانت به طرح رئیس جمهور افغانستان نیست. ما اخلاقا حرمت ریاست جمهوری افغانستان را با تمام و کمال میدانیم. اما شما بپرسیم که غیر از یک صفحه طرحی که از جانب حکومت بر ما در کمیسیون داده شد، صفحه دومی وجود داشت؟ طرح محمد اشرف غنی هنوز در اولویت است. همه ای ما در کمیته صلح، کمیته اختصاصی صلح پذیرفتیم که گزینه اول طرح رئیس به جمهور. هیچ نوع ما دست کم نگرفتیم. ولی طرح دوم هم خواسته های مردم، نماینده های مردم، احزاب سیاسی، رهبران. اگر گزینه ای ما به بنبست روبرو میشه، شاید چالش روبرو میشه و رای حل نمی داشته باشه، یعنی چی؟ شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همین هفته پیشنویس طرح صلح را برای نشست استانبول نهایی کرد. بعد از حدود دو هفته بررسی بیش از 30 طرح. ولی ظاهراً همه از این طرح راضی نیستند. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، انتقادهایی را بر این طرح وارد کرده. از جمله در طرح شورای مصالحه با طرح محمد اشرف غنی برخورد توهین‌آمیز شده. طرح رئیس جمهوری به عنوان طرح اول نادیده گرفته شده و طرح دولت انتقالی مبنای تمام مباحث و راهکارها قرار گرفته. محور طرح دولت انتقالی شورای مصالحه طرح ظلمه خلیلزاد است و طرح شورای مصالحه تنها دیدگاه یک حزب و تقسیم قدرت بین دو قوم است. شورای عالی مصالحه اما مشکل را در جای دیگری می‌بیند. زمانی که یکی از اعضای ریاست جمهوری ایرا مخالف منافع خود یا تیم خود میبینه و تنقید میکنه، این من فکر میکنم مشکل در طرح نیست و مشکل در نوع نگاه افراد و اشخاص است. تجربه نشان داده که چنین اختلافات در افغانستان میتونه زمانگیر و حتی به چالش بدل شود. حالا که مبحث طرح نشست صلح استانبول در داخل افغانستان در حال دو قطبی شدن هست، این نگرانی وجود داره که مبادا کل روند از این اختلافات متاثر شود. این در حال است که 27 حمل فروردین برای آغاز نشست استانبول درباره صلح افغانستان در نظر بود، اما طالبان گفت هنوز برای این نشست آماده نشده و زمان بعدی کنفرانس هم مشخص نیست. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. خبرهای بیشتر در مورد افغانستان، در مورد ایران و جهان رو میتونید در وبسایت ما ببینید، bbcpersian.com. برنامه تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در سایت بی بی سی فارسی ببینید. اطلاعات مربوط به برنامه‌های تلویزیون فارسی بی بی سی و ساعت پخش رو هم میتونید از طریق سایت ما به دست بیاورید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.